خودتو نگه دار، من بکشمت بالا. دستمو محکم نگه دار. نه! من اتفاقات زیادی تو سالهای زندگیم دیدم. وقتی آمریکایی‌ها به عراق حمله کردن، من یه جوان 24 ساله بودم. بعد از سقوط صدام با دوستان رفتیم سر راه سربازای آمریکایی و برای تشکر تشویقشون کردیم. عجب خیال خامی. چی شد که بعد از اون همه سال مبارزه رو ول کردی و به آمرلی اومدی؟ من سالها تو گروه اصایب اهل الحق جنگیدم. برای یه هدفی جهاد میکردم و میخواستم یه روزی همه مردم کشورم روی آرامش رو ببینم. اما 6 سال پیش بعد از اینکه شهرک صدر رو تخلیه کردیم، به خودم گفتم بالاخره کی قراره به اون آرامشی که منتظرش بودم برسیم. جنگ تا کی؟ با خودم گفتم بعد از 29 سال زنده بودن کی باید زندگی کردن رو شروع کنم. این شد که تصمیم گرفتم جنگو بذارم کنار و ببینم زندگی معمولی چطوریه. اما حتی اگه منم بخوام دست از جنگ بکشم، بازم سایه جنگ رو سرمونه. بابا، زود باش دیگه، پاشو بریم، پاشو، پاشو. بابا بلند شو، خودت قول دادی امروز میریم پارک. آخه میبینی که داداشت خرابکاری کرده، مامانت باید ببرتش حمام. امروز دیگه نمیرسیم که بریم. حالا امروز خودمون بریم دیگه بابا. من میخوام با بچه های توی پارک بازی کنم. امجد که اصلا همقد من نیست. من امجد رو میبرم حمام، تو سوده رو ببرش پارک، بهش قول داده بودی. آخه سوها جان، اذیت میشی دستنها، بذار بمونم و کمکت کنم. اذیتی نیست مسیح، سوده چشم انتظاره، فردا با هم میریم. هر طور خودت صلاح میدونی. سوده بابایی، پاشو با هم بریم. بابا چرا نمیای؟ بابا بیا درو باز کن. میخوام برم پارک بازی کنم. بابا بودو بیا دیگه. سوده جان صبر کن، با هم بریم. هر کی زودتر برسه برنده است. یکم یواشتر سوده جان، ممکنه زمین بخوری. من بردم. مراقب باش. جارو ببین چی پیدا کردم، یه گل صورتی. خیلی قشنگه عزیزم، مثل خودت.
سوده بابا کجایی؟ مامانم، مامانم رو میخوام. سوده عزیزم حالت خوبه؟ چیزیت نشده؟ بابایی سوده جان گریه نکن عزیزم، بابایی اینجاست، الان سره میریم. بابا من گیر کردم، نمیتونم از اینجا رد بشم. آروم باش، الان از گرایی بر میگردیم خونه پیش ما. سری خودتو به بازار چه برسون، منم دارم میام. یاران من، غیر معتقدان را بکشید. چه نظامی باشد و چه شهروند، چه مرد باشد و چه زن و چه کودک. صدای منحوس و مرد هنوزم تو ذهنم تکرار میشه. ابو نعیم فاضل، رهبر اون تروریستای که به شهر حمله کردن، جوری مغزشونو شستشو داده بود که حتی به بچه ها هم رحم نمی کردن و همه رو به گلوله بسته بودن. متاسفم، اما این نتیجه تردید خودتم هست. ترک مبارزه برات چیزی جز پشیمونی نداشت. تو مبارزه خیلی خوبی بودی، جا توی میدون جنگ بود. من هیچ وقت از تصمیمی که گرفتم پشیمون نیستم. من بیشتر عمرمو مشغول مبارزه بودم. از اون سالهایی که علیه ظلم صدام مبارزه می کردم تا روزی که از عصایب اهل الحق جدا شدم. شاید از الان تا روزی که زنده هستم مجبور باشم بازم به مبارزه ادامه بدم. اما این 6 سال با تمام سالهای زندگی من فرق داشت. روزایی که طعم واقعی زندگی رو چشیدم. ولی ترک مبارزم حتما برات خیلی سخت بوده. عصایب اهل الحق خونه من بود و اعضای گروه مثل خانواده من بودن. من افسر آموزش بودم و نیروهای تازه نفسو مثل برادران خودم آموزش می دادم. شما دیگه کار با اسلحه رو تا الان به خوبی یاد گرفتین. امروز مهارت‌های تیراندازی رو تمرین می‌کنید. چون اگه جایی درگیر باشین، با این مهارت‌هاست که می‌تونین پیشروی کنین. خب حالا همگی به سمت میدون تیر می‌ریم.
سلام بسیر، مثل همیشه مشغول تربیت نیروهای جدیدی؟ سلام رامین، تو هم مثل همیشه با یه ماموریت جدید اومدی؟ بله، و باید با هم صحبت کنیم. حتما، ولی حالا که اینجایی باید افتخار بدی و آموزش امروز رو تو انجام بدی. امروز افتخار داریم که یکی از خبره ترین افسران نظامی در کنار ماست. ما هم از این فرصت استفاده می کنیم و آموزش امروز رو در کنار جناب رامین انجام میدیم. خوب بلدی آدم رو گیر بندازی. بسیار خوب، افراد همه به سمت میدون تیر میریم. بصیر، اسلحه رو بردار و به سمت اهداف داخل میدون شلیک کن. اسلحت خالیه، از جبه مهمات خشاب بردار و اسلحت رو پر کن. حالا به اهداف شلیک کن. همگی دقت کنید، سرعت عمل تو میدون نبرد یکی از کلیدی ترین عوامل پیشروی محسوب میشه. همگی دیدی؟ برای اهداف نزدیک این شیوه تیراندازی سریع ترین روش، اما اگه اهداف دورتر بودن شما باید بشینید و هدفگیری کنید تا شلیک دقیق تری داشته باشید. بسیر، بشین و با هدفگیری به سمت اهداف خودت شلیک کن. بصیر، ازت میخوام که بشینی و شلیک کنی. خوبه. نکته بعدی که باید بهش توجه داشته باشین اینه که اگه تعداد زیادی دشمن روبروی شما بود میتونید از نارنجک استفاده کنید. بصیر، از این جبه نارنجک بردار و به سمت اهداف پرتابشون کن. دیدی؟ اگه تعداد زیادی دشمن جلوتون باشه میتونید با نارنجک از سر راه برشون دارید. نکته بعدی نبرد تن به تنه. شما در طول نبرد ممکنه اونقدر به دشمن نزدیک بشید که فرصتی برای نشونگیری نداشته باشید و اگه زود عکس‌العمل نشون ندید دشمنتون ممکنه آخرین چیزی باشه که میبینید. برای این مواقع باید از چاقویی که با خودتون حمل میکنید استفاده کنید. بصیر، از چاقوت برای انداختن آخرین هدفت استفاده کن. خوبه. و حالا آخرین نکته که میتونه توی صحنه نبرد جونتون رو نجات بده. خب، حالا اسلحتو عوض کن. حالا دوباره اسلحه رو عوض کن. همگی دقت کردید؟ همیشه عوض کردن سلاح به کلت سریع‌تر از عوض کردن خشابه. پس اگه جایی نیاز به سرعت عمل بالا داشتید از این تکنیک استفاده کنید. خب، امیدوارم همگی نکاتی که گفته شد و متوجه شده باشید. حالا همگی به نوبت میان توی میدون و این موارد رو تمرین میکنید. ممنونم، کمک زیادی کردی. واقعا شنیدن این نکات از تو تأثیر خوبی روشون داره. امیدوارم چند تا نیروی خیلی خوب مثل خودت ازشون بیرون بیاد. من اونقدام خوب نیستم. دیگه وقت کاره، بریم که عملیات سختی در پیش داریم. چرا میخوای اینجا رو ترک کنی؟ کجا میخوای بری؟ چرا با من حرف نمیزنی؟ بهت میگم جوابمو بده، از اینجا نرو. Baby, listen to me. Nothing's going on. Yeah, no, your sister. Nothing.
telling you, listen to me. Okay, are you texting me? در ازاشون چند تا از یارانمون رو آزاد کنیم. سریع اسلحه بردار. بیا که کارو شروع کنیم. فقط حواستون باشه که به غیر نظامی ها آسیبی وارد نشه. درگیری و تا رسیدن بقیه همرزممون باید نگه داریم. همرزممون رسیدن. باید قبل از اینکه فرمانده هاشون رو به جای دیگه منتقل کنن خودمون رو بهشون برسونیم. از این طرف عجله کنید. زود باش بیا، منتظر توییم. 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 بزنیدشون. بیل هیل.
عجله کنید، باید قبل از اونها به فرمانده‌هاشون برسید. اینم از آخریشون. باید توی اتاق باشن. با حرکت دو وارد میشیم. حواست باشه که فرمانده هاشون رو زنده میخوایم. بسیر، تو پیش روی کن. ما هم بعد از اینکه گروگانا رو از ساختمون خارج کردیم بهت ملحق میشیم. بزنیدشون! بسیر، تو از در سمت چپ نفوذ کن. ما هم همزمان با تو وارد میشیم. عجله کن! ز
ساختمون رو پاکسازی کنیم. باید آخریشون بوده باشه. از این طرف دو تا فرمانده دیگه باید تو سالن همایش باشن. بصیر، تو از طبقه سوم خودتو به ورودی اصلی سالن همایش برسون. ما هم از طبقه دوم میریم به سمت در پشتی. بصیر، ما تو موقعیتیم. اونا مردم غیر نظامی هم تو سالن جمع کردن. حتی یکی از اونا هم نباید آسیبی ببینه. همزمان با تو وارد میشیم. بزنیدشون! مسیر، تو جلوتر برو، مطمئن شو که مسیر امنه. ما هم پشت سرت میاییم.
ماشینا پشت در گاراژ آمادن. برو درو باز کن. دکمش باید تو اتاق کناری باشه. زود باش. زود باش. یه نظامی خبره و حرفه‌ایه. همیشه وقتی میفهمیدم عملیاتی رو قرار اون فرماندهی کنه، برای شرکت توی اون عملیات پیش قدم میشدم. من چیزای زیادی ازش یاد گرفتم. در ضمن اون کسی بود که مسبب آشنایی من با ژنرال شد. پس از قدیم ژنرال رو میشناخته؟ بله، رامین خیلی از ژنرال تعریف میکرد. جایی نبود که صحبت کنیم و خاطره ای از رشادتهای ژنرال تعریف نکنه. میدونم، آوازه ژنرال رو همه شنیدن. منم بهش همینو میگفتم، اما اون بهم میگفت چیزی که میشنوی نصف اون چیزی هم نیست که میبینی. رامین سالیان زیادی رو در کنار ژنرال جنگیده بود. اونو ولش کنین، اون کاری نکرده. بذارین بره. جوخه، نشانه گیری به سوی هدف. نه، بذارین بره، شلیک نکنه. جوخه، آماده شلیک. میگم کاری بهش نداشته باشین، اون بیگناهه. آتش. نه، خب بگو ببینم، حالا چرا سراغ من اومدیم؟ الان بیشتر از 2 ماه که آمرلی در محاصره داعشه. روستاهای اطراف شهر روزانه درگیر مبارزه هستن. ما برخلاف خیلی از شهرهای دیگه نمیخواستیم شهر رو 2 دستی تقدیم تروریستا کنیم. برای همینم داریم مقاومت میکنیم. نگه داشتن شهر برای 2 ماه اصلاً کار آسونی نیست. درسته، اما روز به روز داره مقاومت سخت‌تر میشه. چیزی نمونده که مقاومتمون فرو بریزه و داعش شهر رو بگیره. ما دنبال راهی بودیم که بتونیم محاصره رو بشکنیم تا با بیرون ارتباطمون برقرار بشه و بتونیم دشمن رو شکست بدیم. حالا این راه چطور از من میگذره؟ ما میدونستیم که یکی از فرمانده های قدیم جیش المهدی ساکن روستای الوحده است. شوبیر مرد بسیار با تجربه ایه که سالهای زیادی هم تو آمرلی زندگی کرده و با شهر کاملا آشناست. ما میدونستیم که اگه کسی بتونه راهکاری برای شکستن محاصره داشته باشه اونه. اما روستای الوحده جز جاییه که داعش بهش وارد شده و نفوذ بهش اصلا کار راحتی نبود، مخصوصا با اون حال عجیبش. یه روستای برفی وسط تابستون. هوای عجیبیه رضا. آخه کی فکرشو میکرد این موقعی سال چنین برفی بیاد؟ این منطقه انگار از بقیه مناطق اطرافش جداست. هواش همیشه سرده، اما برف این موقعی سال هنوزم عجیبه. حالا باید به کدوم سمت پیش روی کنیم؟ من توی این منطقه بزرگ شدم، مثل کف دستم میشناسمش. 2 نقطه وجود داره که احتمال داره بتونیم جناب شبای رو اونجا پیدا کنیم. نقطه اول اونجاست که امیدوارم همونجا بتونیم پیداش کنیم. اما اگه اونجا نباشه باید به بالای روستا نفوذ کنیم که کارمون پیچیده تره. بسیار خوب، پس به سمت نقطه اول حرکت کنیم.